تازگی ها موزه در نیویورک برپا شده که توش همه جور آدم عجیب و غریب پیدا میشه. از پیرترین دوقلوهای به هم چسبیده مؤنث بگیرین تا این آقا که شمشیر رو درسته قورت میده. این یکی مرد سوسماریه که میگه 700 ساعت طول کشیده تا تمام بدنش رو شبیه پوست سوسمار خالکوبی کنن. بعدم پیوندهای تفلونی روی ابروهاش گذاشته تا شبیه شاخ بشه، نرمه گوشش رو داده 2-3 سانت کشیدن، سوراخ دماغش اینجوریه، دندوناش رو داده تیز کردن و زبونش هم خوب این ریختیه. این یکی هنرش تو پاهاشه. توجه دارین که زانواش وارونه خم میشه. طبیعیه که همچین مجموعه‌ای توجه خیلی ها رو به خودش جلب کرده. اینجا در این حال یه جور موزه هم هست که تاریخچه آدم‌های عجیب و غریب رو حفظ می‌کنه. یه موزه دیگه اواخر دهه 1950 باز شد که تا سال 72 باز بود. اونو بستیم چون واسه خانواده ها مناسب نبود. حالا خوشحالیم که دوباره برگشتیم. حالا دیگه اینجا کاملا یه جور دیگه است و مکان فوق‌العاده ای واسه خانواده های فوق‌العاده. یه شهاب سنگ 1450 کیلویی که سال 1958 تو چین پیدا شده هم اینجا نگهداری میشه. این موزه برای هر چیز عجیب و غریبی جا داره. از آدمای عجیب تا بقیه جونوران.